همراه میشیم با آزاده دواچی، پژوهشگر مطالعات زنان در دانشگاه دیکنز که از ملبورن با ما هستند. خانم دواچی، از در واقع واکنش های مردم در 24 ساعت گذشته و پیشتر از اون، خشم عمومی و تأثیر بیش از اندازه تمام ایران، میشه فهمید که این بار هم سناریوی ساختگی اعترافات اجباری اصلا نتونسته افکار عمومی رو متقاعد بکنه؟ با این حال میبینیم که سپاه باز هم این سیاست های شکست خورده رو ادامه میده در زمانی که روح جامعه ایران واقعا آزرده است از مرگ جوانانش. فکر میکنین چرا این کار رو میکنه؟ سلام میکنم خدمت شما و بینندگانتون. همطور که تو گزارشتون هم اشاره کردین، این مسئله سالهاست که داره اتفاق میفته، یعنی سالهاست که این سناریو به یک سناریوی تکراری جمهوری اسلامی تبدیل شده که از طریق رسانه ها پخش میشه. پیشتر ما دو تا مورد رو نداشتیم. اول مسئله مصاحبه خانواده، یعنی کمتر بود مسئله مصاحبه و افشاگری خانواده های قربانیان که اینها این مسئله رو بیان میکردم، مثل اتفاقی که در مورد نیکو افتاد که خالش اومد و این در واقع اتفاقی رو که برای نیکو افتاده بود آگاهی سازی کرد در موردش و البته بعدش هم دستگیر شد، چیزی که انتظار میرفت. دوم مسئله که در اینجا اتفاق افتاده، مسئله بخش وسیعی از اطلاعاتی هست که در فضای مجازی در میان رسانه پخش شده و این به چه دلیل هست؟ به این دلیل هست که اینها نوجوانانی بودن که در فضای مجازی در اینستاگرام فعال بودن، پست میگذاشتن، ویدیو میگذاشتن و حالا ما دسترسی داریم به این ویدیوهاشون و اینها رو میبینیم و میبینیم که اینها اون چیزی که دولت ایران میگه نبودن. اینها فقط نوجوانهایی بودن که آزادی میخواستن، نه اون سناریویی که اینها از این بچه‌ها ساختن و اعتراض داشتن به شرایط موجود. واقعیتش من فکر میکنم رسانه‌ها و فضای مجازی یک نقش مهمی رو در افشای این جریانات دارن و اجازه نمیدن که این دروغ‌ها در واقع تأثیری داشته باشه، به خاطر اینکه مردم الان دسترسیشون خیلی خیلی بیشتر از گذشته شده و دیگه حناشون پیش مردم رنگی نداره. و داریم میبینیم بر اساس گزارش هایی که به ایران اینترنشنال رسیده، جمهوری اسلامی داره از آزارهای روحی بیشتری علیه بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر خصوصا زنها استفاده میکنه، برای مثال برهنه کردن اونها برای بازرسی های بدنی مقابل دوربین های مدار بسته. فکر میکنین این سیاست ها باشه هدفی دنبال میشه؟ خب این اعتراضات اصلا در واقع بنیانش از مسئله زن شروع شد. زنهای ایرانی 40 سال هست که دارن سرکوب میشن تحت ایدئولوژی حاکمیت، نسل‌های مختلفی رشد کردن و بزرگ شدن. فعالان حقوق زنان کمپین‌های مختلفی تشکیل دادن، آگاهی سازی کردن و شعار زن زندگی آزادی هست. یعنی در واقع بیس اصلیش و پایه اصلیش مسئله زن هست، مسئله حجاب اجباری هست. دختران دبیرستانی بوسری‌هاشون رو مقنع‌هاشون رو در میارن و اینها نشون میده که چقدر حکومت ایران از زنان، از فعالان حقوق زنان میترسه. میدونه که آگاهی سازی هایی که در طول سالهای گذشته شده، اتفاقاتی که کارهایی که این زنان، بستر سازی هایی که فعالان حقوق زنان در سالهای گذشته برای رشد و نمود نسل‌های بد کردن داره به بار میشینه و از همین میترسه و داره اونها رو تحت شکنجه‌های روحی، آزارهای جسمی و همه چی قرار میده شاید بتونه جلوی این اعتراضات رو بگیره.